بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سرت و با وظیفی که روایت ذکر شده در مورد خانوم ها، این که من الان گفتم یکی رابطه مختلف دسته‌بندی دیگه نکردم. البته توی این موضوعاتی که الان دارم میگم قبلا تو بعضی از موضوعاتش بعضی از اینها رو در تحت عنوان من موضوع گفتم، تو بعضی رابطه جدیدتره که نخوندم و لقرار تو ذهنم یاد نخوندم، شاید هم بعضیش رو اشاره کرده باشه. گفتیم که انشالله به این رابطه توجه داشته باشیم، کمک میکنه برای اینکه هم اگر یه جا لازمه بیشتر تحمل بکنیم، صبر بکنیم، احساس با اینکه میزان تحمل صبر رو بالا میبره و در اینکه باز با وضعیت خودمون آشنا باشیم، خدای نکرده خطایی از اون سر نزنه و بندگی خدا رو بتونیم انشالله به شکل کامل ادا کنیم و حق خدا رو انشالله به جا بیاریم. اولین روایتی که میکنم خدمتتون ارتباط با اون کارهایی که خانم ها میکنن، زحماتی که میکشن. حالا روایت یک مورد خاص رو مثال زده ولی ما از این روایت میتونیم استفاده بکنیم کلا ارزش کار زن در منزل. قبلا خدمتتون گفته بودم به ارزش کار زن در منزل ولی این یه روایت دیگه است. می‌فهمید که اون چرخ نخریسی در دست زن، در دست زن صالح، مانند نیزه در دست جنگجوی فی سبیل الله، اون مردی که در جبهه میره، از اینجا الان نیزه نیست، اسلحه دست میگیره و خانومی که در منزل نشسته به اون نخه، اون چرخ نخریسی داره کار میکنه، مثلا برای امرار معاش خودشون نیاز به نخ هست، برای حالا چیگه هست داره نخ میریشه. این خانم مثل اون آقا هم به لازم محیطی نگاه بکنید اینجا چقدر فرق میکنه. اینجا من نشستم آرام، اما جبهه تو این زمان خونپاره ها و توپ ها و بمب های شیمیایی و غیر شیمیایی داره میخوره زمین، یعنی هر آن ممکنه یه دونه موشک فرسته بیاد بخوره روی سنگر کنار آدم و هر آن ممکنه از دنیا بره. منطقه ارزش کار زن رو اینقدر بالا میبینه میگه این مثل اونه. چرا این رو باید رو نبی مکرم میفرمایند؟ به خاطر اینکه همون بحث تحمل فرد، چون بعضی خانم ها میگه مثلا ما تو خونه همش بدبختیش مال ماه، فرزند ما تو خونه داریم کلپته میکنیم، کارهای سخت خونه ماه، آقایون هم مثلا بیرون چه میدونم را کیفشون میکنن، شاید بعضی از خانم ها اینجوری بگه ما چرا همش کارهای خونه رو بکنیم، چرا سختی مال ما باشه. این چراهایی که معمولا میگیم که بیشترش به نظر من شیطان الغا میکنه به انسان برای اینکه این توطئه شیطان رو دفع بکنه. نبی مکرم میاد میفرماید که شما کار خودتون رو دست کم نگیرید، کار شما مانند اون مجاهد فی سبیل اللهه. اگر خدا به مجاهد در راه خودش ثوابهای بسیار عظیم میده، پاداشهای بزرگی رو که میشود گفت از بزرگترین پاداشها پاداشهای مجاهدین فی سبیل الله در اساس روایه، اگر به اونا پاداش های بسیار عظیمی رو داره میده، شما هم در این پاداش سهیمید، خودتون داری همچین کاری رو میکنید. بنابراین کمترین کاری رو که در منزل شما میکنید، هر نوع کاری میخواد باشید، کمترین کار رو شما بزرگترین عبادت داره خودتون فرض کنید. یه نکته که خیلی من تأکید میکنم بهش توجه بفرمایید، مسئله این که کلا ما هیچ کاری رو چه خیر چه شر نباید کوچیک بشماریم. چه خیر چه شر در ارتباط با کار خیر قبل از انجام دادنش نباید کوچیک بشماریم، بعد از انجام دادنش باید کوچیک بشماریم. قبل و بعدش فرق داره. البته میگم میکنم بدونید چرا، پس اینکه خب اگه قبلش کار خیر رو کوچیک بشماریم این که چیزی نیست، بلش سراغش نمیست، بسه این از دست نیست. اما بعد از اینکه انجام دادیم چرا کوچیک بشماریم؟ چون واقعا باید این خوب کاری نکردیم که اگر ما خواهیم به خدا برسیم، اگر قرار توشه برداریم و برای فردای قیامت خودمون رو در امان بداریم از عذابهای آنچنانی، باید در آن خیلی بیشتر از این که کار کردیم کار بکنیم. هم باید کارهای عبادی میگم، حالا فقط نماز روزه نه، این همون زرفستن مثلا، همون بچه رو راست ریس کردن، مشکلاتش رو مرتفع کردن، شیر دادن، مادر شیر میده بچهش،
رو محبت شیر میده، ولی این شیر دادن رو از بزرگترین فعالیت های عبادی زن در نظر میگیره خدا. خیلی مهمه. حالا من دارم بچه‌م شیر میدم، مثلا دارم یه وضو هم بگیرم، با وضو شیر چه اشکالی داره؟ مثلا اشکال نداره، بلکه هم شما از اون ثواب هایی که قراره ازش برخوردار بشید مثلا ام میشید و ثواب های شما بزرگ پر میشه پاداشه شما، و همین که تأثیرات بسیار مثبتی داره این شیر دادن با حضور روی زندگی معنوی فرزندان شما آینده. یعنی بچه بزرگ میشه، مادری که بچهش با حضور شیر میده در این تأثیر داره در رشد و سعادت و رسیدن به کمال اون بچه. خب بنابراین انسان یک قبل از کار خیر، کار خیر رو کوچیکی نشماره، این خیلی مهمه بزرگ از اون انجام بده. این آشکالی هم که اینجا افتاده بردارم به نظام صد داشکار، این هم کچیک نشمار اگه یعنی که چیزی نیست، همین هم بزرگ بشمار. این خیلی مهمه، روایت داره میگه اگه این رو هم با این دید نگاه کرد، داره در واقع حد اکثر بهره رو از حد اکثر عمرش میبره، تمام عمر رو برسه برای عباده. این خب چیزی که معقول است، هم میپسنده. ولی در اصلا با کار شر هم همینطور، کار شر رو هم کوچیک نشماریم، قبل از انجام دادنش کوچیک نشموریم، چون اگه کوچیک بشماریم ممکنه پررو بشه. این گناه که چیزی نیست، یه غیبت کوچولو خیلی به جای لطمه نمیزنه. همینکه یه غیبت کوچولو به جای لطمه نمیزنه آلوده میشه، غیبت میکنه، در حالی که غیبت کوچولو بزرگ دیگه نداره، فرق نمیکنه. جفتش گناه کبیر است و جفتش آهوی افراد رو داره میریزه، جفتش اعمال خیر انسان رو داره از بین میبره، حبس میکنه اعمال ثوابهای شما رو، و جفتش باعث میشه گناهان اون طرف که غیبت کردید در پرونده شما وارد بشه. خب یه غیبت کوچولو یا یه غیبت بزرگی، از این حیث باز بنابراین فرق نمی‌کنه. ما گناه کوچیک نداریم، اینجوری نگاه میکنیم. بعد از اینکه انجام دادیم چی، گناه کوچیک بشماریم یا گناه بزرگ بشماریم؟ من فرض کنم دست ما در رفت، خدا نکرده انجام دادیم، باید چیکار کنیم؟ بعد گناهی که انجام دادیم جدی بگیریم، بزرگ بدونیم که بریم برای اصلاح، بریم برای توبه، از خدا بخواییم که به خاطر اون گناهی کردیم از ما بگذره. اگه چیزی نبود که الان خوبه هم اگر این چیز نبود نمیم سوال، حالتا نه اونقدر بزرگ بدونیم که باعث بشه انسان مایوس از رحمت خدا بشه، بگه با دیگه اینقدر گناه من بزرگ بود که خدا دیگه من رو نمیبخش. اینم غلط، خدا اینم از اون دستیسه های شیطان. برحال این حدیث این چنونی که خدمتون خوندم میخواد بگه شما در امور منزل کلیه فعالیت منزل را گفتیم چرخ نخلیسی الان کسی نیست تو خونه، نه که این چرخ دیگه نیست پس شما دیگه ثواب نمیبری، شما همون جاروی که میزنی همینه، همون ظرفی که میشوری، همون غذایی که درست میکنی، همون چه خوش آمدی که به همسرت میدی وقتی از راه میرسه، یک استکان شربتی برش درست میکنی بهش میدی، خسته نباشی دیگه بهش میدی، همون تربیت فرزند، همون بچه اصلا شما رو خورد میکنه تو خونه به خاطر کارهای خودش، سن اصلا پدر مادر خورد میکنه، بابایی نیست بچه ها دارن اذیت میکنه، همه فشاری که شما دارید تحمل میکنید، همه اینها برای شما عبادت و ثوابهای عظیم، به شرطی که البته سعی بکنیم با خدا معامله کنیم. یعنی پیامبر فرمود در دست زن صالح، یعنی مرأت صالحه، یعنی اینکه هر زنی که خونه هر حتما این ثواب رو بره، نه، اون زنی که با خدا معامله میکنه، اون زنی که اهل ایمان اهل تقواست، برای رضای خدا تعامل میکنه، با خدا معامله کرده که همیشه میگفتیم مد نظرشه، او داره میبره. بقیه خانم ها ممکنه همه سختی ها رو بکشن، اما توی کیسه اعمالشون ثوابی پیدا نشه، پاداشی براشون در نظر گرفته نشه، چون با خدا که معامله نکردی تا از او بخوای بگیری چیزی. لذا انشالله به این وضعیت توجه داشته باشید، کمک میکنه برای اینکه زندگی رو سختی هاشو راحت‌تر تحمل کنید، در بقول معروف راحت‌تر بگذارید از کنار اون فشارهای زندگی. در ارتباط با یکی از حقوق شوهر رو خدمت میگیم، زمانی که هر زنی که اسرار همسر خودش رو، سر شوهرش رو بپوشونه، کتمان کنه، مخفی کنه و هیچ احدی رو بر او مطلع نکنه، این خانم در درجات حورالعین است در فردای قیامت و ثوابهای این چنانی براش خدا در نظر گرفت. حالا درجات حورالعین چیست این رو بعد اشاره نکرده، اما قطعا این پاداشهای عظیم. و فاین کان فی غیر طاعت الله فلا یحل لها ان تکتم، اما اگر
سر شوهرش راضی، شوهرش راضیه که در غیر طاعت خدا، مثلا خدای نکرده همسر ما کارهای خلافی داره میکنه که پیشه میزنه به ریشه دین، پیشه میزنه به ریشه اون مصلحت اجتماع، مصلحت فرزندان خودش یا دیگران. فرض کنید تو کار پخش مواد مخدر مثلا، خب یه راز دیگه حکیش را بفهمه یه بین درست رو نبینید. اینجا میگه نه، فرزند دیگه واجب حلال نیست بپوشونه اون راز رو، چون اونجا مصلحت افراح هست، یعنی باید ما حدوده فساد رو بگیریم، همسر من میخواد باشه یه حکیس دیگه. بالاخره این کار غلط میشه، ارشادش کرد، اصلاحش کرد از این راه. اگه نمیشه باید از طریق مراجعی که باید جلوی فساد رو بگیرن اقدام. همون قسمت اولش که الان شده تو زندگی شما قسمت دومی نیست، همون در قسمت اولش که اسرار همسر رو باید بپوشید. بالاخره بعضی وقت مسائلی هست تو زندگی مشترک، صحبتی که همسرتون با شما میکنه اگه دیگران بفهمن برای او خوب نیست، شما تنها کسی هستید که راز رو میدونید و این اون یک راز به شما اعتماد کرده. فقط از تازه همسر، البته این نیست، فقط از تازه همسر تأکید بیشتری شده که ما باید محرم اسرار مردم باشیم، خصوصا نزدیکانمون، خصوصا الله همسر. باز در ارتباط با سطر زن، در ارتباط با پوشش زن که قبلا هم صحبت کرده بودیم، الان من دو سه روایت رو باز میگم خدمتتون. روایتی در ارتباط با پوشیدن زن، همیزاد بیان بفهمند که حدس زنها اون چیزی که رنگش مشخصه ولی بوی اون مخفیه، حتی در ارتباط با نامحرم ها، یعنی مثلا جوریه که بو نداره، حالا یا رنگ و لعابی مثلا به چهره زن داده، به بدن زن داده، ولی بو نداره که مرد نامحرم اون بو رو به مشامش برسه. اما اصلا مردها برعکسه، یعنی بوی اون آشکار است و رنگش مخفیست. حالی از اینکه خب خانم ها باید در ارتباط با مسائل اینچنانی استعمال عطریات و اینها کاملا توجه داشته باشن که خدای نکرده مرد نامحرم بوی عطرها به مشامشون نرسه. یک روایت دیگه است که نمونه اینو قبلا خونده بودیم، پیامبر میفرمایند که هر زنی که خودش رو معطل کنه و از منزل خارج بشه که بوی او رو مرد نامحرم برای مشامش برسه، او در حکم زانی است، زناکار، هر چشمی هم که در واقع به او بیفته نگاه بکنه او هم در حکم زناکار، باعث زنای دیگران هم در واقع یعنی شده. به همین راحتی گناه بزرگی هم متاسفانه شما خیلی از خانم‌ها رو می‌بینید که در خیابون تو ظروف تاکسی از دیگه استعمال عطر به راحتی میکنن، تاثیر ندارن که اینها از اسلام حرامه. و بعضی اوقات بهانه های پیش میاد مثل این که بدن هم بوی عرق میده بوی حرفا مثلا بعد استفاده کنم از ضد عرق و نمیدونم عطر رو کنیم، که این بهانه هم بهانه موجهی نیست، قبلا هم گفتیم ما بدن بوی عرق میده باید کنتون همون بده اگه ناچری در اجتماع باشی، اگر ناچرم در اجتماع بودن نیست اصلا در اجتماع نباید حاضر بشی، اگر این چنینه نه این که عطر بزنیم و بعد در اجتماع ظاهر بشی. در ارتباط با خانوم ها امیر المومنین فرمود که یه روایت داریم که حضرت امیر المومنین علیه السلام بر خانوم ها سلام میکرد اما بر خانوم های جوان سلام نمیکرد. حتی جامعه اگه رد میشد خانوم ها اگر در کنشت میکن سلام میکرد بهشون، ابتدا همه سلام، نه که جواب سلام بده ها، ابتدا سلام میکرد. اما اگر ایسا که این خانوم بیده رد میشه جوانه بیگه سلام نمیکرد. سوال کردن ازش حضرت فرموده که من میترسم، امیر المومنین داره میگه من میترسم که صدای او به اصطلاح در من تأثیر بگذاره، صدای اون زن جوان نامحرم، و بر من گناهی وارد بشه که بیش از اون پاداشی که میخوام به خاطر ثواب ببرم و مثلا سلام بکنم، در واقع سبوسنگی میکنه. میگه میترسم، حتی قطعا همش امیر المومنین یک فرمایش آموزشیه دیگه، یعنی خب او که معصوم است ولی کن میخواد به من مرد و شما یه زن بفهمونه که اینقدر خطرناک این ارتباط محرم و نامحرم با یک دیگر که امیر المومنین میگه من میترسم حتی از صدای او در واقع تأثیر بگیرم و به گناه آلوده بشم. خب قطعا حتی خب صدای زن هم صدای مختلفتونه باشه. ما توی یکی از بحثه حیعت شیشمون با دوستان قبلا میتونی صحبت میکنم یه جبه آفات زبان، یکی از آفات زبان این بود که زنها بیان با تنازی حرف بزنن، عمدن مثلا یه نحوهی با کرشمه حرف زدن، که خب این خودش قطعا گناهه
ولی حالا اگه با کریشمن کسی حرف نزنه، خانوم ها خیلی هاشون صداهاشون صدای معمولا ظریفی است دیگه، من صدای زن با مرد فرق میکنه، صدای ظریف خب باز بعضیش خیلی برای مرد ها ممکنه معیز بشه. لذا اسلام اینقدر تاکید کرده این رابطه سطح رو که ما تاکید میکنیم که زن باید خودش رو بپوشونه از نامحرم، فقط این نیست که چهره و مثلا اون قسمت های حرام رو بپوشونه، بلکه حتی در ارتباط با صحبت کردن با نامحرم، قبلا هم خدمتتون گفت حتی با در ارتباط با صحبت کردن با نامحرم باید اینقدر دقت بکنیم که من در حد ضرورت فقط با مرد نامحرم صحبت بکنم، یک ذره صدا رو نمناسب بکنم، یه جا میخوام تخفیفی بگیرم، فلان چیزی میخوام بخرم، با بقاله سر کوچه مثلا خدای نکرده بخوام علی حرفی بزنم، اینا دو ذره از اون طرف فلان جنس شما بده، اینا همش دیگه اسلام نمیپسنده، تایید نمیکنه. خیلیش با اسم میشه، نمیگه خود اینا 100% گناه، ولی خیلیش زمینه بروز گناهان رو فراهم میکنه، لذا باید ازش شدیداً اجتناب کرد. باز در ارتباط سطح زن، حضرت پیامبر دعا کرده است، دعا کرده کدوم خانوم ها رو؟ رحم الله المسرولات، سروال یعنی شلوار تو عربی، مسرول یعنی کسی که شلوار میپوشه، خداوند رحمت کند اون زنهایی رو که شلوار میپوشن، یعنی که شلوار میپوشن مثلا دیگه روی شلوار چیزی نمیپوشن که بدن معلوم بشه، یعنی زیر همون دامن یا مانتوی که حالا پرس به امام زنها میپوشن بازم زیر شلوار میپوشن، خاطر پوشندن قسمتی از بدن که خب خیلی از خانم ها متاسفانه رعایت نمی کنن، در فصل های گرما در خانه ها خانم ها با دامن هایی که میپوشن، دامن های نازکی که جلو نور هم ازش دیده میشه، با دامن های نسبتا کوتاه یا با نوع نشستن و برخاستن های بدشون به گونه میشینند و پا میشن که ممکنه قصه بدن دیده بشه، باعث تحریک حتی محارم میشه. قبلا صحبت کردیم که حتی شما فرزندتون بزرگ میشه، پسرتون بزرگ میشه، مثلا چون نزدیکی پسرمه دیگه، پسر من محرمه، پس مثلا من رعایت نمیخواد تایی بکنم. این توجهات رو از ابتدا اسلام میخواد که خانوها داشته باشه، یعنی دعا وقتی کرده در حق خانوهای شلواری این خودش نشوندنده اهمیت پوشیدن شلوار است که انسان عادت بکنه خودش رو بیشتر از حد معمولی که فکر میکنه بپوشونه. این هم یک روایت دیگر از نبی مکرم اسلام در ارتباط با سطح زمین، اگر باز روایتی هست من بگم و اگر نه باز بحث دیگری که باشد. همه گناهان بخشیده میشه، حتی مثلا شرک قرآن میگه الا شرک، شرک جلی، یعنی مثلا شما عالمانه برای خدا شریک قائل بشید، خب ولی باز بعد از بزرگان میگه این هم اگه توبه نکنین بخشیده میشه، توبه بکنین این رو هم انشاءالله خدا میبخشه، توبه واقعی، پشیمانی واقعی، خطا کردم، اشتباه بوده، شیطان سوار من شده، فریبم داده، حالا هر دلیل، در دوران جوانی، در دوران مجردی، در دوران متأهلی انواع گناه ها بالاخره پیش میاد دیگه، انجام دادم، نمیدونستم یا میدونستم باز به توجه نکردم، همه این حالت ها ممکنه باشه، اما اگر در همه اینها، در ورای همه اینها، در پشت همه اینها، بعد از همشون ندامت و پشیمانی باشد، خداوند همه گناه هم دیگه انشاءالله نمیشه فهمید و نباید بفهمید. یکی از در واقع چیزایی که من در بحث توبه میگیم اینه که اگر توبه کردی امید قوی داشته باش که خدا من انشاءالله میبخشه، اما که یقین هم نکن که منو بخشید، یعنی همیشه اون حالت خوف رو تهش بگذار، یه ذره بترس، شاید نبخشیده هنوز، من باید بیشتر تلاش کنم، که گفتن سر خیر رو کوچیک نشمار، سر شر رو کوچیک نشمار، برای چی بود؟ تلاش بیشتر بکنیم دیگه، بحث توبه هم همینه، بعد دیگه از کجا مال منو بخشیده، پس من بیشتر تلاش بکنم، بیشتر بحث عبادی رو بیشتر توجه کنم، بیشتر تو غذایی که میشه توشه برداشت توشه بردارم، که اگرم خدا تا حالا منو نبخشیده به خاطر تلاش مضاعفی که دارم میکنم از من بگذرم، به خاطر تلاش از من بگذرم، اینجوری باید نگاه بکنیم به قضیه، هم امید داشته باشیم به آمرزش و هم خوف و ترس از اینکه مبادا نیامرزه.
خب اما به این سراغ روایت دیگر در ارتباط با آدم عطر زمان که هر زنی که شب اول شده به عطر نیست ادامه هر زنی که شب رو به صبح رساند در حالی که شوهرش در او غضبناک است شب مثلا اختلافی پیش اومده دعوایی پیش اومده از زن دیگه ناراحتن شوهر از خانمش ناراحته اون حدیث حولا بود یا مفصلش رو خوندیم که شوهرش از دستش ناراضی بود به مفهوم هر زنی که شب رو به صبح برسونه در حالی که شوهرش از دست او ناراحت است و خشمگینه خداوند هیچ نمازی رو از او قبول نمی کنه نمازش هم خدا نمی کنه اون نماز من چه ربطی داره به مثلا رضایت شوهر میگه اینقدر مهم قبل هم تا اشاره کرده بود من یعنی که شوهرش از او راضی بشه یعنی شما اگر صبح بنا چه نماز صبح تو خوندی شوهر دیشب از دست عصبانی بوده این نماز صبح تو خدا ازت نمیپذیره بله فرق نگه اینجا کلی بسته بود قبل من گفتم حتی اگر شوهر ظالم هم باشه در حقه تو این ظالم بودن رو هم با خدا معامله میکنه چون اگر قرار باشه که اینجوری بس ما فکر کنیم که خب شاید حق با منه اینجا او ظالم است مثلا معمولا هیچ که وقتی زیر باره حق نمیره چون خانم میگه حق با منه آقا میگه حق با منه بنابراین اون در واقع رفع اختلافی که مد نظر ما هست که نباید باشه اختلاف دیگه اون محبتی که باید ایجاد بشه خود به خود ایجاد نمیشه خانم میگه حق گردن خودش بود عصبانی هست که هست باشه به من چه من که کاری نکردم او مقصره حالا بس منم فرض کنیم مخواد باشه قبلا نباید چه خوندیم در بحث قدیمی که حتی اگر ظالم باشه ظلم کرده باشه بنابراین اگر نمازمون هم میخوایم دست اون نره باید رضایت همسر باش و میفهمد ادامه همین حدیث که هر زنی که خودشو معطر بکنه برای غیر همسرش باز هم نمازش پذیرفته نمیشه حتی تخته سلاوین رو باید میگه باید بره غسل بکنه مثل اینکه کسی مثلا پشت بازی به گردنش افتاده باید بره غسل بکنه میگه کسی هر چیز از مرد نمرم بوشه چیز میکنه این هم باید بره غسل بکنه حتی جز غسل های واجب نیست این چیز از مراجعش کنه فتوا نمیدن که همچنین غسلی واجبه ولی ببین اینقدر هم میخواد نشون بده اون زشتی قضیه رو میخواد بگه مثل یک نجاستی که آرز شده مثل یک جنابت مثل یک حیضی که مثلا ممکنه خانمان شده باشن میگه مثل اونه برای تطهیر خانم باید بره خودشو با غسل کردن از این نجاست و در واقع آلودگی که آرز شده پاک بکنه برای غیر همسر بچه ها نمیزن حواستون جمع بشه من گفتیم از برای غیر همسر بزنه نامحرم این خانوم نمازش پذیرفته نیست اگر اون که بره غسل کند از در بعد میگه که غسل ها من جنابت ها تشبیه هم کرده ها من خودم نگفتم مثل این که خانوم آقای جنوب میشن برن غسل میکنن واجبه پیامبر فرمود که مثل غسل جنابت از برن غسل میکنن حتی باید تأکید کردیم که این غسل واجب نیست ولی که به لحاظ اخلاقی میخواد نشون بده که این عمل یعنی معطر شدن برای غیر همسر خیلی زشته از نظر اسلام در ارتباط با غیرت مرد و صبر زن امیر المؤمنین میفرماید که خداوند جهاد رو بر مردان واجب کرد و بر زنان بر هم دو واجب کرد ذهن من هست که این زن که برای جهاد واجب نیست ولی حضرت داره میگه جهاد بر مردان و زنان واجب شد شد افتاده ایش از که خفن بگیم از خفن اون نمیشنه به نگیم که این داره ضبط میکنه سلام خفن نداره میشنه خب ما
مجدد بستگی هم که حضرت به امیر المومنین فرمود جهاد بر زن و مرد واجب شد. جهاد مرد همونی که همین ولدیم، یعنی این است که بره از مال و نفس خودش و جان خودش مایه بذاره، حتی کشته بشه، تا اون زمانی که کشته بشه در راه خدا. ولی جهاد زن این است که صبر کند بر آن چیزی که از آزار و اذیت همسرش میبیند. اینکه من همیشه دارم میگم این نسخه ای که اسلام سفارش میکنه به شما، خاطر اینکه خود تصریح شده، جهاد زن اینه که تحمل کنه بر آزار و اذیت. آزار و اذیت هیچ وقت عادلانه که نمیشه، که میشه همیشه ظالمانه است. که شما میگید اگر حق با او باشه، با من باشه چی؟ این داره میگه آزار و اذیت، یعنی اون داره کار غلط میکنه همسر شما. ولی وظیفه شما این نیستش که در مقابلش خود علم کنی، مقابلش بیستی بگی منم یه نفر در مقابل تو. نه، وظیفه خانم تحمله، صبر بر آن چیزی که میبیند. الا ما ترا من اذا زوجها، از آزار و اذیت همسرش و غیرته. محبا غیرتی هم تو بحث سطر زن مفصلتر گفتی مردم اشاره کردن محب غیرتش از ذره میده که مثلا این مرده بیرد که تو جامعه هستن خب کم کم به غیرتی دارن کشیده میشن، ولی به شکل طبیعی مرد غیرتش از ذره میده که بر خانومش به یک وضعیت مناسب تو جامعه حاضر بشه. یا ورد به همون نامرم حرف زدم خیلی هم مرده براش مهمه. چرا فلانی حرف زدی؟ چرا با شوهر همسایه حرف زدی؟ مثلا اجازه ده آپارتمان نشین، این چرا پسر همسایه حرف زدی؟ این غیرت مرده اینجا این چرا چرا رو زیاد میکنن، به خانمشون زیاد میگن. حالا یه جایش حق یه جایش هم ناحقه، و در هر دو صورت در هر دو صورت حق نا... یا ناحق زن باید تحمل بکنه. به نظر چرا مثلا شروع شده رو بردی؟ شروع شده رو بردی نداریم. او اگر هم داره غیرت میورزه، خود غیرت مرد از ایمان مرده، روایت هم داره غیرت ورزیدن مرد جزء ایمانش. این خدا مرده اینجوری درست کرد. خروس هم غیرت ورزی داره، خروس که نشون میده که اصلا عرضه نداره، نشون میده غریزی. پس معلومه چیز خدادادیست، این نیست که ما خودمون ساختیم، یعنی ما مرده ها. اگر خدادادیست پس اگر مرد غیرت میورزه داره در واقع به آنچه که متناسب با ایمان هست عمل میکنه. بی غیرتی بی ایمانیه. زن پس باید غیرت مرد رو تحمل کنه چون ایمان مرد. یه جای اشتباه میکنه، جای بیشتر فشار داره میاره از حد متعارف و معتدل، اونجا هم دیگه باز چاره ای جز تحمل نیست. چرا میشه؟ خب اگر با زبان ملایم، با زبان ملاتفت آمیز صحبت بکنیم، اگر میشه قانعش بکنیم قانه بشه، اگر نه قانه نمیشه ما بعد هم نشینی بکنیم، ما بعد هم نشینی بکنیم، خانوم بعد هم نشینی بکنیم. این هم در ارتباط با غیرت مرد و صبر زن. صبر میخواد در آزار اذیت های اینچنینی باشه یا غیره، این فرق نمی کنه. باز در ارتباط با ارزش خدمت زن در منزل، نمیدونم این روایت خوندم یا نه، اگر هم هر حال خونده باشیم تکرارش بد نیست. حضرت نبی کریم اسلام خطاب به ام سلمه همسرشون می‌فرمایند که هنگامی که زنی وضع حمل می‌کنه، بچه‌اش به دنیا میاد، مانند کسی است که با جان و مال خودش در راه خدا به جهاد رفته، مثل همون جهاد پیش می‌رنده. هنگامی که باردار میشه، مزرد میکنه وقتی که باردار میشه، هنگامی که وضع حمل می‌کنه، به او ندا میرسد، خطاب میرسد از بالا، این لها بعد غفر لکه زن بود، گناه تو آمرزیده شد. یعنی به صرف زایمان گناهان زن آمرزیده می شود و به او خطاب می رسد فستعنفی العمل، یعنی عملت رو از سر بگیر، از صفر شروع کن. هرچی گناه که داشتی همه انگار پاک شد، الان انگار پرمندی عملت رو سفیده، تازه می خواهی صفحه اولش رو شروع کنی به نوشتن. پس ده نفی استینا که شروع کردن تازه این عمل تو شروع کن. و ازا ارزعت، هنگامی که شروع میکنه به شیر دادن به بچه، بچهشو شیر میده، و لها به کل رزعتم، به هر جرع شیری که بچه میخوره به مادر رو شیر میده، تحریر و رغبتم من ولد اسماعیل، مثل اینه که یکی از فرزندان حضرت اسرائیل، حضرت اسماعیل رو اسماعیل فرزنده حضرت ابراهیم نبی، این واس فرزندانه رو اسیر کرده، کسی شما که فرزنده او رو آزاد کرد، به ازای هر جرع شیر آزاد کردن یک بنده از فرزندان حضرت اسماعیل در راه خدا. فرزا فرقت من رضائهی،
هنگامی که از شیر دادن فارغ میشه، اینکه تمام میشه شیر دادنش، یک فرشته ای از فرشتگان خدا به پهلوی او میزند و باز به او گفته میشود که استنفی العمل از غفر علک، باز میفهمند که عمل را از سر بگیر، تو آمرزیده شدی، بخشیده شدی. اینم در ارتباط با کار زن در منزل که بعضی ها میگن که مثلا ما مگه کلپتی این که ما از این کار رو بکنیم، مثلا کلپتی نیست، شما داره بندگی میکنه. همطور که مرد وقتی میرون بیرون از منزل میره نوکر نیست، اونم داره بندگی میکنه، اما زن اگه در منزل داره کار میکنه کلپت نیست، اونم بنده خداست. شما بنده خدا، ما بنده خدا. عرصه عبادت او محل کار و بیرون از خانه، عرصه عبادت شما در منزل. شما یک نحوه عبادت میکنید در کنار نماز و روزتون، اون یک گونه دیگر عبادت میکنه. هر دو هم سخته. یعنی شما اگه جای مرد هم بخواید باشید، قطعا سختی های کار بیرون از منزل هم کم از کار درون منزل نیست. خب بر اساس کارهای مختلف، شما فرض کنید اون کارگری که جوری کوری آتش وای میسه پتک میزنه، شما خودتون در نظر بگیرید، بخواید شما یک روز کار رو میدید، فرض کنید روزش هم داره میپسندید اون کار رو، ولی اون بنده خدا باید عرق بریزه به خاطر زن و بچه‌ش دیگه. اون کارمندی هم که پشت میز مینشینه هم سختی کار خودش رو داره، بالاخره ارباب رجوعهای عصبانی، فشارهای روحی که میاد، انواع اشتباهات یا توبی خاطر نمیدونم مسئول بالاتر، هزار یک مشکلی که تو کار هم هست. بذار اینجوری اگر نگاه بکنیم باز تحمل و صبرمون بیشتر میشه. ارتباط با ارزش خدمت زن در منزل، این گمانم برای همون بخش روایت حولاف که قبلا خوندیم، دیگه تکرارش نمی کنیم. روایتی داریم که می فهمند که 10 گروه هستند که بدنشون نمی پوسه، یعنی فرسوده نمی شده قبل. یکی همون رزمنده راه خدا شهید، یکی مؤذن از آنگو، یکی عالم، شخصی که عالم است برایش در ارتباط با علوم دینی داره خدمت رسانی، حامل القرآن، کسی که حامل قرآن است، یعنی منظور احتمالا حافظ قرآن، شهید، خود شهید، قاضی جنگنده بود، جنگجو بود، شهید هم کسی که جنگیده بود شهید شده دیگه، شهید هم بدنش پوسیده نمیشه، پیامبر بدنش پوسیده نمیشه، والمرأه یعنی زن، اذا ماتت فی نفاسها، بعضی زنها موقع بارداری و زایمان از دنیا میرن، انگامی که زایمان میکنه یا مثلا تو همون دوره نفاس ما پشت در روز اول بعد از زایمان ممکنه در اثر بیماری هایی که رخ میده و حوادث که رخ میده، مثلا در واقع زایمان بعد و فشارهای مختلف جانش را دست به اون زنی هم که تو اون نظر دنیا میره، میفهمن که جز این 10 گروه من قتل هم مظلومن، کسی هم که بشه که مظلوم کشته بشه، ظلم بشه و در اثر ظلم کشته بشه، و گروه دهم هم کسی که در روز جمعه یا شب جمعه از دنیا بره. چون روایت زیادی داریم در ارتباط با فضیلت روز جمعه، جمعه خیلی مبارک است، جز اعیاد مسلمان هاست، از سید اوقات و ایام هفته است، و روز زیاد تکیشی روایت زیاد، یکیش هم اینه که کسی که در روز جمعه صبح و عصر جمعه از دنیا بره، او هم آمرزیده است را باید داریم، آمرزیده، و همین که این رو باید داره میگه بدنش نمیپوسه. روایتهای دیگه هم داریم که مثلا کسانی که غسل جمعه میکنند همیشه، اون هم مثلا 40 روز جمعه کشتر هم غسل جمعهشون ترک نمیشه، بدن اونها هم در قبر نمیپوسه. در طور دیگه با اینکه بدن در قبر نمیپوسه، اون که تو ذهنم این شبهه بیاد مگه میشه بدن نپوسه، نمونهش زیاد رخ داده. یه کتابی هم هست به نام اجساد جاویدان، کتاب قطوری هم هست، در واقع صده ها انسان رو از قدیم تا الان این کتاب لیست کرده که اینها بدنشون سالم مونده و نپوسیده. این افکار تحقیقی کرده، جاهای مختلف سر زده، اما افکار امزاده ها نمیدن قبرستان ها اینا که خبر رو این اما رو بهش میرسیده میرفت سر میزده، مثلا جنازه ها رو بعضیش خودش دیده، بعضی رو به واسطه افراد موثق نقل کرده که اینها پیکرهای سالم بوده، نمونه هاش هم بعضیش رو مال همین نزدیک هاست، مال زمان قدیم هم نیست. محیبوب نبی حالا اینکه چرا مثلا ببینیم بعد از شهده نیستن، ما نمیتونیم اینا شهید نیستن. روایت هم که داره میگه
صد درصد نیست، نمیشه بلایش در واقع بگیم که صد درصد هم که ماست بشه میزنیم شهید حتما مشمول این روایت بشه. یا خانم که در نفاس از دنیا میره، هر زنی هم که نیست، خب اون زنی که داره با خدا معامله میکنه که خود شهاده هم دستورندی میشن، یعنی خیلی هم میرن جرفی کشتر میشن و شهید نیستن. مثلا اون کسی که در زمان صد اسلام خود زمان پیامبر رفت اولاغ رو به غنیمت بگیره، دشمن زد کشتش، پیامبر بهش نماز هم گفت نباید کنید، تو کشتی راه خدا نیست، کشتی راه اولاغه. روایت هم گفت قتیل الحمار، کشتی راه اولاغ کشته شده تو جنگ، دیگران هم یه شهید، اما شهید نیست. شهید این کسی که برای رضای خدا داره می جنگه. رضا بسیاری از اینها رو ما نمیتونیم واقعا بگیم که حتما شهیدن. بعدی بلفرد هم که تازه ما بگیم بگیم حکم شهادت بکنیم، باز معلوم نیست، ممکنه بعضی بدنها بفتسه به دلایل دیگر، صد درصدی نیست این روایت ها. از واقع این که میخواد بگه این افراد فضیلتشون خیلی زیاده. در حال یعنی ما به شکل قطعی میگیم حالا هر کسی که کشته شد به این قبل بشه بهش بخیم ببینید شهدا رو میگیم ببینید بدنش سالم یا نه، نه ممکنه بدنشون هم بپوسه. خیلی از شهدایی که آوردن استخوناشون آوردن دیگه بعد از ده ها سال که توی عراق مونده بودن. بله غسل جمعه از اذان صبح جمعه وقت شروع میشه تا در واقع انتهای جمعه تا غروب. بعد اگر کسی تیم بدن انجام نداد تا عصر شنبه، این شنبه تا ظهر شنبه میتونه غذاشو به جا بیاره. اگر کسی دونست که نمیرسه جمعه هم انجام بده، میتونه از پنج شنبه ظهر تا شب پنج شنبه هم انجام بده به قصد قصد جمعه. از پنج شنبه اینه الان، پس من میدونم فردا تو مسافرت هم تو راه هم نمیتونم قصد جمعه کنم، امروز میتونم برم الان برم قصد جمعه کنم. و اگر حالا بعضا نتونست به هر دلیلی تا شنبه ظهر غذاشو میتونه به جایی. اینقدر تأکید شده غذا در اسلام خیلی مکروه غذا گرفتن، اما اینقدر در غسل جمعه تأکید شده که گفتن اگر شما مثلا میخوای حموم بری پول نداری برای پول حمومی رو بدی، برو غذا بگی برای غسل جمعه، برو غذا بگی برو غسل جمعه تو انجام بده. ولی مکروه این تو این زمینه کراهت دیگه نداره، همچنین مستحب بری غذا هم بگی. اینقدر تأکید شده بود. بله بسیار قرض گرفتن مکروه، قرض دادن بسیار مستحب. باشه برای یه عده مستحب میشن دیگه، یه کار مکروه انجام میده ولی اونو بهش میگه سعی کنید کارو نکن، سعی کن روتو با سیدی هم سرخ نگه داری، دست به جلوی دیگران دراز نکنید. بخاطر اون روحیه قناعاتی که قبلا صحبت میکردیم در انسان ها تربیت بکنه، خود این انسان در هر کسی گردن کج نکنه، عزت خودش رو زیر سوال نبره، چون انسان ممکنه واقعا ذلیل بشه وقتی پولی که میخواد قرض بگیره. مثلا مردها براشون سخته، ولی از اون طرف هم گفته ای کسی مرد تو قرض بگیره دیگه عذر نکن، سری قرض بده. این خیلی هم مستحبه، خیلی هم تاکید شده، روایت فراوانی هم داریم بر پاداش های عظیمی که خدا به این انسانی که قرض داره میده براش در نظر میده. نه روایت میگه کسی از دنیا بره، کسی از دنیا میره، حتی بعضی روایت میگه از ظهر جمعه تا ظهر پنجشنبه، یعنی الان هم کسی میتونه دنیا بره و در واقع جمعه تا غروب است. همه اینو داریم تو روایت ها، روایت زیادی هم هست در مورد دفن کردنش نوشته. خب یکی دیگر از روایت هایی که باز مربوط به خانوم ها میشه، میفهمید که بعضی ها هم هستن که روز قیامت از قبر برانگیخته میشن، مبعوث میشن، خارج میشن، در حالی که هیچ حساب کتابی دیگه براشون نیست. حضرت امام صادق علیه السلام میفهمید که النفسا، یعنی همون خانومی که در دوران نفاسش از دنیا رفته، یعنی که در دوران نفاس از دنیا میره، از قبرش مبعوث میشه روز قیامت که میخواد زنده بشن، همه برانگیخته میشه به غیر حساب. غیر حساب یعنی چی؟ یعنی دیگه حساب رسی نداره، دیگه هم باید منتظر بشن الله مثلا سینجین باشن به قول معروف و حساب پس بدن. نفسا اینجوری نیست، به خاطر اینکه امام میفرماید انها ماتت فی غم نفاس، چون به خاطر همین که در دوران نفاس در این اندوه دوران نفاس از دنیا رفته است آموزیده شده، همون سختی هایی که کشیده تو این دوران نفاس، فشارهایی که دیده، او خودش کفاره گناهاش بوده. چون یه سری روایات زیادی هم داریم در تو کفارات گناهان
فرضاً فلان کار کفاره گناه است، فلان کار کفاره گناه است. فعلا کنید زن که دنیا رفته دیگه. چون که سزارین دردش کنه میگید؟ ببینید ما روایت های ما میگه هرچی سختی ها بیشتره به همون تناسب اجر پاداش بیشتره، به همون تناسب کفارات گناه ها هم بیشتره. هرچی بیشتر سختی میشه گناه بیشتر میشه. روایت زیاد خیلی. حالا اگه مثلا با سزارین یک زنی سختی کمتر بکشه کفاره گناهش کمتر، ولی اگه در همون حال دنیا بره بالاخره نفس هاست، در حال نفاس از دنیا رفته، از اون حیث هم با هم فرقی نمی کنه. ولی یه زنی ممکنه خب مریضه نمیتونه زایمان طبیعی داشته باشه، ناچاره سزارین میکنه، خب این دیگه باز از عجش انشاءالله کاسته نمیشه. ولی بعضی ها روی بله حتما حتما بله. خب اما در ارتباط با یه روایتی که خانومی که بدون اجازه همسر از منزل خارج میشه، قبلا گفتیم سریع میگم که بدون اجازه همسر، بدون اذن همسر، اذن یعنی از قبل بعد اجازه بگیری ها، بعضی میرن بعد برمی گرم یه اجازه شو بعدا میگیری، نه میگه از قبل اجازه باید بگیری. اذن با اجازه فرقش اینه، کسی که بدون اذن همسر از منزل خارج میشه، کل شیء هر چیزی که خورشید بر او میتابد، تو خودت دیگه میگم چه چیزی میتابه، هر اون چیزی که خورشید بر او میتابد او رو لعنت میکنه، مگه اینکه شوهرش از دست او راضی بشه. بازم این کارو سخت در ارتباط با منت گذاشتن زن، بعضی وقت زنها عادت مالی پولایی بهشون میرسه، حالا بابایی بهش میده، به خودش کارمند پول داره مثلا درآمد داره، بعد خب که زندگی خرج میکنه برای شوهرش زندگی. اما گاهی اوقات میشه آدم میبینه که همین زنی که داره خرج میکنه یا باباش بهش یه پولی داده، این پول استفاده کرده زندگی مشترکشون با شوهرش، شروع میکنه به منت گذاشتن. باز پیامبر میفرماید که هر زنی که منت بگذاره بر شوهرش به خاطر مالی که داشته، مثلا بهش بگه که انما انت تأکل من مالی، تو از مال من خوردی و من به تو نون دادم، من سیرت کردم، فرض مثلا میفهمد که این خانوم حتی اگر همه مالی در راه خدا هم صدقه بده، خدا از او دیگه نمیپذیره چون منت داشته به شوهرش، خدا دیگه از او نمیپذیره مگر اینکه شوهرش از او راضی بشه. مال خودش هم دیگه در راه خدا نمیتونه انفاق بکنه چون شوهرش دستش ناراحت. این باز ببین چقدر خدا داره زن رو مطیع و منقاد میکنه، به خاطر اینکه بارها اول هم صحبت کردیم این اطاعت زن باعث میشه که اون قانون خانواده برپا بمونه. این که میگن زن یک نفر عین مرد در کنار هم حقوق 100% مساوی هم، یه هفته بزن یه هفته من بزنم، این چیزی که الان مثلا میگن که میگن مرد سالاری نباشه زن سالاری، یا زن سالاری هم نه، میگن مثلا حقوق عین هم و مساوی، اینها جز تعالیم اسلام نیست. ممکنه شما در نگاه اول بگید اسلام گفته زن این سرش بیشتر بنوزه پایین، میگیم باید گفته بنوزه پایین، ولی اقتضاء فیزیک زن و مرد، روحیه زن و مرد، اینها با هم فرق میکرده، نزد احکامشون هم با هم فرق میکرده، چون احکام فرق کرده نمید به این که نابرابریست و عدالت نیست، عدالت با مساوات فرق میکنه، عدالت و مساوات قطعا فرق میکنه. اینکه مثلا خانم ها در دوران حیض نماز نمیخونه بگیم پس طرق مردا ظلم شد، هفت روز اونها مثلا 6 روز 5 روز 10 روز نماز من بینوز، نه عدالته، به هر دلیل خدا خواسته اونها نماز نخونه روزه نگیره، ولی بر مردا گفته شما حق ندارید داری غرق هم میشید تو آب دریا باید نماز تو بخونی، گفتن ابلا یه لایک را بگی بعد برید زیر آب بمیری، حتی اینقدر حق ندارید به هیچ عنوان نماز تو قطع بکنید. این اختلاف ها بوی تبعیض نمیده، بلکه اختلاف مثل دندان ها گفت قبلا هم گفتیم، دندان جلو باید چیز باشه، دندان پهلو باید دندان آسیا باشه، دندان بغل نمیتونه بگه من دلم میخواد تیز باشه، دندان جلو نمیتونه بگه من دلم میخواد دندان آسیا باشن، اصل نیستیم که دندان جلو مونم آسیا باشه، چون انسان دندان در رندگان باید همه چیز باشه دیگه، آسیا نمیخواد چون میکنن و قوت میدن، همه دندان شیر چیزه، نمیشه بگم این تبعیضه، ببین دندونه اونو چیز کردن داره منو کند کرد، نه اصلا خلقت انسان اینجوریه، این تبعیضها عدالت هست اگرچه در ظاهر مساوات نیست. حالا با هم راجبه هایی که خواستی بعد ها مفصل تر بحث بکنم، در حال منت گذاشتن هم از روایت هایی که زیاد
تأکید شده که خانم ها حواسشون جمع باشه که یه روزی روزگاری در حق شوهرشون احتمالاً یه حضرت مالی کاری کردن، چیزی خریدن توی خونه، یه پشت من خریدم مثلا من خانم، فردا اینو به رخ کسی نکشه، به شوهرش نگه، چون این منت گذاشتن کارهای خیر این خانم رو حبس میکنه، باطل میشه. خب وقت تمام است اگه اجازه فرمایید من دیگه حرف زحمت کنم، انشاءالله اگر عمری بود بقیه اینها برای آینده خواهش میکنم. حرامه، صریحا حرام، این رو دوزیم، این بر از مال مردم بخور، فرض با حرام نداره، اگه شوهر راضی نیست حرام بلا شک، یعنی هم از جایی هم استفاده بکنید میگه باش، یک مصیبتی یکی گرفتار شده نفی شوهری، ولی که نهی نمیشه که من این گناه بکنم، که اگه شوهر من مثلا داره گناه میکنه من حق دارم از اموالش بدوزم؟ نه من دیگری حق داره. مال شوهره ولی وظیفه داره خرج زن و بچه کنه، اگر نکنه او گناه کرده، اگر مثلا من نفقه زن و بچه هم ندم گناه کرده، ولی این به این معنیه که نفقه زن و بچه هست او هم داره خوش بیاد و داره به بدون اذن من بره خرج بکنه، این حرام، ولی من باید براش خرج بکنم، لباس میخواد، پوشک میخواد، غذا میخواد، مسکن میخواد، هر چی میخواد بر من واجبه مثل نماز، ولی بر او حرامه بدون اجازه من از اینها استفاده بکنه. باشه بله بخواد بره بخواد، اگه نمیده باز مرده داره مرتکب حرام میشه. من مجید به بچه چیر نمیدم، همین چیر دادن که سواب دار بیدن نمیخوام مجیدش، میخوام پول بگیرم، میتونه بگه مثلا من تو خونت نمیخوام هیچ کاری بکنم، نمیخوام غذا بپزم، رفتی رواسی بشورم، جارو بکنم، هیچ کاری وظیفه واجب زن که نیست، درست اینقدر خدا به زن آزادی داده و زنه که میگن مرد سالاریا آدمه که دروغه، خدا اینقدر به زن گفته تو آزادی راحتی هیچ کار، فقط بحثمون اطاعت همسر و تمکین شوهر، اونه، غیر از اون زن دیگه وظیفه واجبی نداره. خب ولی حالا اگر این خانم خواست کار بکنه، خواست تبرعاً کار بکنه بدون پول، دیگه حق نداره بگه پول میخوام، اگه دلش خواست مجانی کار کنه، اگر خواست مجانی کار نکنه خب بره بگه آقا من کار میکنم ولی پولم نیست، که قبلا راجع صحبت کردیم، گفتیم معمولا همچین زندگی دیگه زندگیه از روی محبت و مودتی قطعا نخواهد بود، بالاخره ممکنه مرد ناچارش یه پولی هم بده، که عشق دیگه اینجا نیست، صرفا یه زندگی در کنار همه بدون عشق و محبت که هیچ کدوم از این دو طرف هم نمیپسنده، ولی حالا اگر مثلا او به من پول نداد، من پول خواستم بازم به من نداد، خب کار نکن، کتک هم میزنه، داره گناه میکنه او، برای که کتک نخوری برو کار بکن، او داره گناه میکنه، گناه عظیم هم داره میکنه و جواب خدا نمیتونه بده، خودش اگه بخواد کار بکنه شوهرش چیزی بده؟ تو خونه کارایی میکنه که اصلا قلی میبافه، بعد قلیشو میفروشه مثلا، بازم شوهر اگه اجازه میده میتونه، اگه اجازه نمیده نمیتونه، سخته دیگه، حتی معمولا مردان اینجوری نیستن، آره که مرد اینجوریش کمه، شما اینجوری نگاه نکن که اسلام اینجوری گفته، ایمان یا که مرد اینجوری کمه که اینقدر بخوان آدم های بیشعوری باشن که بخوان اینقدر سخت بگیرن به همسرانشون یا به بچه هاشون، چون معمولا اینو کمه، شما اینو نگو پس این اشتباهه. حالا من میگم من تازه خودشون آشنا شدم، من از زندگیشون خبر ندارم، اما یه دفعه من که داشتم صحبت می‌کردم یعنی مدارم خانوما پیازداغش رو زیاد میکنن دیگه، این ضرب مثلا که کاهو کوه میکنن یک کلاغ چهر کلاغ، بیشتر راجع به خانوم هاست دیگه، خیلی هم نباید حتما گفت که هرچی که میگه درست، ولی اگر درست گفته باشه بازم حق نداره از جیب شوهرش پول برداره برای خودش جوراب بخره یا بچهش پفک بخره یا سبزی بخره بریزه تو غذا مثلا، حالا بگه قضا دارم درست میکنم بس من پول یواشکی بیارم، بازم حق نداره، حتی اینقدر مهمی پول اصلا مال تو نیست، حق تصرف نداری ولی حق استفاده رو به این شکل او باید بسه تو خرج بکنه داره، فرق میکنه
شما حتی تصرف مستقیم ندارید. نه بالاخره من ممکنه یه مقدار ایشون بیاد داشته زیاد کرده، یه مقدارم او یه چیزهایی مثلا خیلی غیرتی سنگینه، خیلی عمرو از این آدمایی که اون چه میدونم دیگه، حالا نمیخوام بگیم حتما، ولی به شکلی شروع شده در آورده ممکنه بچه مذهبیه متا زیادی غیرت میورزه. یه مسیج میره بچه من بهش بگم چرا نمیذاریش مریم کلاس قرآن تو شهر اصلا هیچ نداره مثلا قرآن یاد بگیره، میگه این بله فارسیش یاد بگیره بهتر از اینکه عربیش، اصلا یه شهرش حالت فارسی داره این روز تعریفی. اون گر واقعا مذهبی هم نباشه که هیچی دیگه، ولی به هر حال این خانم تعامل بکنه با خدا معامله کنه ثوابشو میبره اگر چون مرد بره تو جهنم. تعارف اگر میکنه تهیه بکنی اگه یقینا راضی نیست، اگه یقینا راضی نیست نه خیلی تأکید میکنه که نه برای من هیچی نه، اگر راضی نیست شما از آقاشو میفهمید چیه دیگه، اگر راضی نیست نکن، اما اگر نه داره تعارف میکنه خوبه مثلا سنگین نگیرید خب دیگه بس معلومه راضیه دیگه. من میتونم برای تو چیزی نگرفتم، خودشون پول دادم به من، مثلا هرچی خودم خواهی برده نه راضیه، من میدونم راضیه مثلا این چیزی میشه خارج از منزل رفتن تونه اجازه داشته باشید دیگه، اونش که میخواید بخریدش خب مشکلی نیست بقیش دیگه نیشون بهش کنی نه برخشید دیگه، چون اینجا دوستم منتظرم من دیگه از وقت رو نگیرم.